به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. سقوط 70% تولید خودروی سواری در ایران. نمایندگان دنبال ثابت نگه داشتن قیمت ماشین‌های ارزان‌ترند. در ادامه برنامه، اکبر هاشمی رفسنجانی مرگ طبیعی یا مشکوک؟ فاطمه هاشمی میگوید شواهدی دارد که مرگ پدرش طبیعی نبوده. نخست وزیر اسرائیل میگوید در رابطه کشورش و اعراب انقلابی روی داده. نتانیاهو گفته دشمنی با ایران این اتحاد را حیاتی کرده. و زهره هلال، هنرمندی که کارهایش در دنیای مد باورهای تحمیلی به زن را به نقد می‌کشد. سلام بر شما، من فرناز قاضی‌زاده هستم. و من باران عباسی. تولید خودروی سواری در ایران در ماه‌های گذشته پایش روی ترمز بوده، تا جایی که نسبت به اوایل سال 70% کمتر شده. یک نماینده مجلس ایران میگوید خودروسازان باید قیمت خودروهای زیر 45 میلیون تومانی مثل پراید را ثابت نگه دارند و ضرر فروش ارزان آنها را از راه فروش خودروهای گرانتر تامین کنند. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفته که طبق طرح ساماندهی بازار خودرو، قیمتگذاری خودروهای ارزانتر همچنان به عهده شورای رقابت خواهد بود و قیمت آنها احتمالاً ثابت نگه خواهد داشته خواهد شد. در ایران حدود 500 هزار نفر در صنعت خودرو مشغول به کار هستند و رکود این صنعت باعث شده بیش از 100 کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شوند و حدود 200 هزار نفر از قطعه‌سازان از کار بیکار. همه اینها نشان می‌دهد که کم شدن تولید خودرو بسیار فراتر از خود این صنعت در اقتصاد ایران تاثیر دارد. اول گزارش بهرنگ تاجین رو ببینیم، بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم. فناوریشان قدیمی است و کیفیت ساختشان داد مشتری‌ها را در می‌آورد، ولی قیمتشان فقط بالا و بالاتر می‌رود. قیمت بازار آزاد خودروهای تولید داخل در عرض یک سال 1.5 تا 2 برابر شده، به طوری که قیمت پراید 131 با 60% افزایش از 21.5 میلیون به 34.5 میلیون تومان، تیبا با 53% افزایش از 25 میلیون و 800 هزار تومان به 39.5 میلیون، پژو 206 تیپ 2 با 78% افزایش از 34 میلیون به 60 میلیون و 500 هزار تومان و پژو پارس هم با 91% افزایش از 36 میلیون و 700 هزار به 70 میلیون تومان رسیده. در چنین شرایطی است که گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال تصویب طرحی به نام ساماندهی بازار خودرو هستند. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس، گفته طبق این طرح خودروهای پرتیراژی که زیر 45 میلیون تومان قیمت دارند همچنان توسط شورای رقابت قیمت گذاری شده و قیمت آنها ثابت نگه داشته می شود. در عوض قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شده و خودروسازان از سود ناشی از فروش خودروهای غیر پرتیراژ هزینه های افزایش نیافتن قیمت خودروهای پرتیراژ را پوشش می دهند. از بهار امسال که با فرمان دونالد ترامپ بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز شد، تولید خودرو در ایران هم رو به کاهش گذاشت. آمارها نشان می دهد تولید سواری در 7 ماه گذشته با بیش از 70% کاهش از 138 هزار دستگاه در اردیبهشت به 38 هزار دستگاه در آذر کاهش یافته. تحریم‌های آمریکا واردات قطعات و مواد اولیه را برای صنعت خودرو دشوار کرده. خودروسازان می‌گویند افزایش قابل توجه نرخ ارز و کاهش تولید و فروش آنها را با مشکل کمبود نقدینگی مواجه کرده، چیزی که باعث شده بدهیشان به قطعه‌سازان سر به فلک بکشد. در این میان خریداران مانده‌اند و خودروهایی که زیر ظاهر نو و براقشان فناوری دهه 80 و 90 میلادی خوابیده. عرابه هایی که شغل ده ها و حتی صدها هزار ایرانی به تولیدشان وابسته است. بهرنگ تاجدین، BBC. زیر پای شما. برای بحث درباره این موضوع دو مهمان داریم. علیرضا صلواتی، اقتصاددان، اینجا هستند و محمد رضا سبزعلی پور،
از تهران مهمان ما هستن. آقای سبزعلی پور، در 7 ماه تولید حدود 70% کمتر شده، تولید خودروی سواری، تاثیرش بلافاصله روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ آیا تاثیر بلافاصله ای داره؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. بله، باید خدمتتون عرض بکنم که وقتی که صنعت خودرو که دومین صنعت بزرگ این کشور هست دچار وقفه میشه و تولیدش رفته رفته کاهش پیدا میکنه، متاسفانه روی اشتغال و روی خدمت شما عرض کنم که افزایش قیمت تأثیر میذاره، که نسبت به همین اتفاقی که در صنعت خودرو میفته تأثیر دیگه روی صنایع دیگه و روی کالاهای دیگه رخ میده. یعنی افزایش قیمت خودرو متاسفانه خودش دامن میزنه به نرخ تورم و کالاهای دیگه هم از این اتفاق تأثیر میگیرن و این استش که نمیشه اتفاقاتی که در صنعت خودرو میفته رو به سادگی از کنارش بگذاریم و بگیم که حالا نصف شده اشکال نداره، حالا نصف مردم خودرو استفاده نکنن. کاملا محسوس هست و مشکلاتش فعلا ملموس و دیدنی است که میشه در ادامه راجبش بحث بکنه. اشاره کردید به بالا رفتن قیمت، اما بعضی خودروسازان میگن که بقیه اقلام در ایران قیمت‌هاشون چندین برابر شده، قیمت خودرو در بهترین حالت مثلا 3 برابر شده، بنابراین اونها هنوز جا دارن که قیمت رو بالاتر ببرن. نظر شما چیه؟ ببینید، این یک قیاس محل فارقه. یعنی چی؟ کالاهای دیگه چون 3 برابر رفته بالا یا 4 برابر یا 10 برابر رفته، من 3 برابر رفتم، قیمت یک کالایی که به فرض مثال بوده 1000 تومان شده 2000 تومان 3000 تومان، با یک کالایی که بوده 10 میلیون تومان شده 30 میلیون، 30 میلیون بوده شده 80-90 میلیون تومان، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا چه دلیلی داره وقتی که ما یک کالایی که تو این مملکت داره افزایش پیدا میکنه بنا به دلایلی حتما چون اون رفته بالا منم باید برم بالا؟ مگر رقابت گرانی کالا ما داریم اینجا که یک همچین اتفاقی بایستی بیفته؟ این چه خدمت شما عرض کنم که نمیدونم عادتی اتفاق افتاده، چه رویه ایست که در کشور ما اتفاق افتاده؟ همه داریم نگاه میکنیم به دست همدیگه، چون اون رفته بالا، لبنیات رفته بالا، خودرو اصلا قابل قیاس با کالای دیگه نیست. و در ضمن در گذشته خودرویی که توی این مملکت تولید میشده و با قیمتی که در گذشته خدمت شما عرض کنم که دست مردم داده می شده حتما برای خودروساز اون موقع می صرفیده. چطور شده که امروز باید 3 برابر که خودرویی که انقدر هم ارزبری نداره، بعضی از خودرویی که در ادامه برنامه راجبش صحبت خواهیم کرد شاید 10% ارزبری داشته باشن، شاید 5% ارزبری داشته باشن، نبایستی 3 برابر تأثیر پذیر از افزایش نرخ دلار یا چیزهای دیگه باشه؟ آقای چقدر پایین نگه داشتن قیمت میتونه کمک بکنه؟ الان طرحی هست در مجلس ظاهرا برای اینکه قیمت خودروهای ارزان‌تر رو پایین نگه دارن، قیمت‌های خودروهای گران‌تر رو حالا بگذارن بازار تعیین بکنه. چیزی به نام نگه داشتن قیمت نداریم. اگه داشتیم مگه مثلا دولت مردان جمهوری اسلامی توی 40 سال گذشته علاقمند بودن که چیزی گران بشود؟ همیشه سعی میکنن که چیزی گران نشه ولی نمیتونن. یعنی در مورد خودرو هم اگه میشد با یه بخشنامه ای و یا یه مصوبه ای قیمت رو ثابت نگه دارن، خب این کارو میکردن. چرا نمیتونن این کار بکنن؟ با توجه به اینکه به هر حال خودروسازان دولتی هستند، معمولا دولت میتونه روشون تاثیر داشته باشه. نه دیگه، اگه اینطور بود که بقیه قسمت ها هم همینطوری میتونستن اداره بکنن. خیلی بزرگترین تولید کننده و بزرگترین مصرف کننده تو کشور ما ایران دولت هستش. یعنی دولت اگه میتونست بقیه اقلام رو هم همینطوری ارزون نگه میداشت. خودرو گرون تولید میشه. من خیلی تعجب میکنم از فرمایشات آقای سبزعلی پور. چطور میگن که مثلا اگه ماست 2 برابر شد چون که قیمتش کوچیکه توی خودرو؟ اینطور نیست. خودرو از اجزای کوچیک کوچیک تولید میشه و وقتی اونا 2 برابر میشه، خدمات 2 برابر میشه، در قیمت کارگر، قیمت فلز، همه چی، همه پارچه، اینا همه چی، اینا همینجوری. آقای علی پور، آقای صلواتی میگن قیمت همه چی رفته بالا، طبیعی هست که قیمت خودرو هم بره بالا. چرا نباید بره؟
اصلا و ابدا چنین فرمایشی درست نیست. چرا باید بگیم چون قیمت همه چی رفته بالا قیمت این هم باید؟ این یک بدبختی است که در مملکت ما حاکم شده و همه دارن رقابت برای افزایش قیمت میذارن. درسته که خودرو یک کالای سرمایه بری است، بله بنده میدونم که خودرو ارزون نیست، اما این رو نگاه بکنید که خودرویی که زمانی 6 میلیون تومان بوده الان رسیده به نزدیک 40 میلیون تومان. چه چیزی در داخل این بوده که گران شده و نهایتا خدمت شما عرض کنم سیو خورده؟ همه چی مثلا همه چی پارچه اون رو بفرمایید از پارچه روکش صندلیش گرفته تا فلزش تا پلاستیکش تا پتروشیمی که مواد پتروشیمی که درش استفاده شده، همه اینا توی یک پروسه ای توی این کشور گرون شدن. در نتیجه همون خودروساز هم که من حالا بعداً توضیح میدم که چرا اینقدر گرون تموم میکنه یک جنس رو، یک خودرو رو که میتونه ارزون تر تموم بکنه ولی گرون تموم میکنه. همه چی گرون شده. هر چقدر شما اگه مثلا نخ پارچه ای که در داخل خودرو استفاده میشه اگه 100% گرون تولید بشه، گرون تر بشه توی بازار که شده است، بیش از 100% گرون شده، روکش همون خودرو هم حتما گرون تموم میشه دیگه. این یه چیزیه که روکش طبیعیه. خودرو چند درصد یک خودرو، روکش خودرو یا جنسای دیگه ای که شما محاسبه میکنید؟ بعد در ذهن روکش خودروی من ساخت ایرانه، کالای تولید ایرانه، صندلی من کالای ایرانه، ارزبری آنچنانی نداشته. در ذهن کارگر که بخش اعظمی از هزینه رو میبره، حقوق و اینا، چند برابر حقوق کارگر رو افزایش دادن که بایستی قیمت یک خودرو یک مرتبه 32 میلیون، 33 میلیون. چرا فکر میکنید پس آقای علیپور قیمت خودرو تا این حد به این شکل توسط خودروسازی که خودروساز دولتی هم هست چجوری پس میره؟ خانم محترم خدمت شما عرض کنم که دولت احاطه کامل داره بر خودروسازان. تو کشور ما آنچنان خودروساز خصوصی نداریم. خودروسازهای بزرگ غالبا دولتی هستند. دولت روی اینها احاطه داره. رؤسای اینها رو غالبا وزیر انتخاب میکنه. در صورتی که هیچ جای دنیا ما نداریم خودروسازی که وزیر بخواد مدیر عامل خودی خودروسازی رو به هر صورت جابجا بکنه. این نشون دهنده اینه که کاملا روش کنترل دارن. بعدش هم خودروسازها که الان یک زیان انباشته چند هزاران هزار میلیاردی دارن، شده یک سفره بازی. قشنگ یک عده دارن اونجا خدمت شما عرض کنم که کسب روزی میکنن. حقوقی که من یه عدد رقم دیگه ای رو اینجا مطرح کنم. پارسال حدود 1.5 میلیون دستگاه خودرو تولید شده و فروخته شده، یعنی بازار کشش خرید این همه خودرو رو داشته. امسال عرضه تا این حد اومده پایین. وقتی عرضه میاد پایین خب طبیعی هست که قیمت بره بالا، نیست؟ کی عرضه رو میاره پایین؟ شما مگر بارها ندیدید که خدمتتون عرض کنم که انبارهای خودروسازها پر از خودرو بود ولی قطره چکانی توزیع می‌کردند؟ برای چی قطره چکانی خودرو میومد داخل بازار؟ به لحاظ اینی که افزایش قیمت پیدا بکنه. چرا بایستی ظرف مدت 6 ماه یک مرتبه یا شاید کمتر یک خودرویی که 30 تومان بوده به قیمت 80 میلیون تومان برسه؟ این عدد و ارقام ها خیلی خوبه. ببینم آقای صلواتی راجب این چی میگن. فکر می‌کنید چرا که قیمت‌ها بالاست؟ قیمت‌ها بالاست برای اینکه اون مجموعه انحصاری هستش، ما توش رقابت نداریم. یعنی 40 سال هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی فهمیده که این مجموعه خودروسازی یه قلک خیلی خوبیه که میتونن ازش درآمد کسب بکنن. حتی در برههای وقتی نقدینگی میرفت بالا، خودروسازها فروش فوق‌العاده میذاشتن برای کنترل نقدینگی و این مجموعه فشلی هستش. شما فرمودید که 1.5 میلیون خودرو تقریبا تولید شده. اگه ما فرض بکنیم که همونطور که خود وزیر اعلام کرده 5 میلیارد دلار از کشور خارج شده، یعنی به طور متوسط برای هر خودرو 3200 دلار داده شده. اینو اگه بدن میتونن از بازار تهیه بکنن ماشین بهتر با کیفیت بهتر و ارزان‌تر. بله. با این قیمت‌ها مثلا برن از تویوتا، از مثلا خودروسازی 100% توی دنیا. ببینید ما اصلا خودروسازی وقتی با این وضعیت، ببینید اصلا داستان خودروسازی در ایران مثل یک موجود ناقص الخلقه به دنیا اومده. 40 ساله که همش داره بهش کمک میشه. خب با این حساب اگر اینطور هست، اگر که نگرانی عمده از دست رفتن تعداد زیاد شغل نباشه، تأثیر اقتصادی جانبی اون نباشه، شما میگید
برداشت من این هستش که بهتر هست که خودرو از خارج وارد بشه با تعرفه پایین راحت تر آزاد بشه. بله، بعد دولت میتونه با تعرفه با حقوق گمرکی خیلی از هزینه های خودش رو جبران بکنه. آزادی خودرو ببینید اونجا... ولی اون وقت تاثیرش روی اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ خیلی مثبت خواهد بود، خیلی مثبت خواهد بود، برای اینکه ما هم داریم پوست پیاز، هم پیاز رو داریم میخوریم، هم چوب رو میخوریم و هم خیلی گرونتر جنس رو میخریم. و این تفکری هستش که یک حالت، حالا مثلا امروز بهش میگن اقتصاد مقاومتی، حالا بهش دارن میگن که مثلا تفکر مدیریت جهادی. این سیستم برای اینکه در خودروسازی حاکمه، همین الان من تعجب میکنم، ایشون میگه که خودروسازی دست دولت، خودروسازی دست، اگه دولت رو به عنوان حاکمیت بدونیم، بله همیشه دست حاکمیت بوده، برای اینکه تو و دولت هیچ توانمندی برای اینکه اونجا بخواد کار انجام بده نداره. من همین الان مدیر عامل سایپا کی هستش، چه سابقه ای داره، تراست و هلدینگ امید که سهامدار بهمن خودرو هستش، سهامدار تراکتور سازی تبریز هستش، دست چه کسانی هست؟ خب پس می‌فرمایید باندهای قدرت هستن، باز در خودروسازی هم اونها هستن که حاکمیتی هستن که اصلا به تفکر اقتصاد آزاد و لیبرالی هیچ اعتقادی ندارن. آقای علیپور بفرمایید. حالا خدمتتون عرض کنم که صحبت‌های مهمان برنامه‌تون یک مقدار ضد و نقیض، از یه طرف میگن که خودروسازی قلدک به حساب دولت بوده، از یه طرف میگن که دولت روی این قضیه به هر صورت سال‌هاست سوبسید داده، از یه طرف دارن میگن که کالا باید گرون بشه، از یه طرف میگن واردات باید آزاد، از یه طرف میگن اهرم‌های قدرتی که در جاهای دیگه هستند و حاکمیتی هست دارن و و و مسائل دیگه. به این شکل نیست. ببینید خودروسازی یکی از بزرگترین صنایع اصلی کشور ماست، میتونه همین الان خودروی خوب تولید بکنه. کشوری که داره میگه من هواپیما دارم تولید میکنم، کشوری که موشک داره تولید میکنه، نمیتونه بگه که من خودرو نمیتونم تولید بکنم. کدوم هواپیما رو تولید کردن؟ همون هواپیمایی که سقوط کردش یا موشکایی که تو کرمانشاه افتاد؟ ببینید اینا که مردم که هر روز سوار موشک نمیشن، مردم سوار پراید میشن. ببینید اینطوری من به شما بذارید، من به شما بگم آقای کی پراید رو تولید میکنه؟ که همون طوری که الان داره موشک، آقای منطقی کجاست الان؟ شما بفرمایید آقای منطقی الان کجاست؟ آقای سلامتی در کرمانشاه از بابت موشک های ما نیفتاده، هواپیمای جنگی ما سقوط نکرده. شما بفرمایید آقای منطقی الان کجاست؟ شما مشخص آقای منطقی چه افراد آقای سلامتی نمیدونید برنامه حضور پیدا میکنید به عنوان مدافع دولت، یک دفعه میایید حاکمیت رو به حساب زیر سوال میبرید، یک دفعه صنایع نظامی کشور رو زیر سوال میبرید، تو صنعتی که به نفع مردم نباشه، صنعتی که بخواد فقط و فقط برای دولت خوش خدمتی بکنه، صنعتی که بهش اجازه میدن پیش فروش بکنه، صنعتی که بهش میگن که پول مردم رو میتونی پیشت نگه داری، صنعتی که خدمات بعد از فروش نداره، کالای نامرغوب دستش میده، هیچ شرکتی نمیتونه اینقدر ظلم به مردم بکنه و نهایتا کسی بهش حرف نزنه. ما آقای صلواتی هم دقیقاً همین رو میگن آقای علیپور. نه آقای صلواتی میبرن میچسبوننش به حاکمیت و قدرت ها و اون نمیدونم موشک و جنگنده که افتاد اینجا، ولی همش مقصر دولته. دولتی است که بالا سر این قضیه، از وزارت صنعت و معدنه که بالا سر این مجموعه وایستاده و خود مستقیم وزیر و دیگرانی که بالا دست دولت نشستن با مدیر عامل و کسان دیگه در تماس هستن و تمام اینها دارن به اینا تکلیف میکنن. چرا شورای رقابت زورش نمیرسه؟ چرا وزیر چند روز پیش که منصوب شد آمد قیمت خودرو رو بده که قیمت مرتب، ولی به نفع خودروسازا جا زد و کشید عقب وزیر صنعت و معدن. منم همینو میگم، میگم که وزیر خواسته کاری بکنه نتونسته، برای اینکه مدیر عامل همین سایپا که الان مدیر عامل گروه بهمن بوده که مال تراست امیده که مال بنیاد تعاون سپاهه. من میگم که 19000 خودروی سانتافه رو، 19000 خودروی سانتافه رو کی وارد کردش در پارچین که عکساش هم پخش شدش توی گوگل؟ هم الان بیننده ها میتونن گوگل بکنن. اینا حرفایی نیستش که، اینا حرفایی نیستش که ما بخوایم بدون عدد و رقم بخوایم در موردشون صحبت بکنیم و بعدش هم به مردم بخوایم. آقای علیپور بشنویم تمامش کنیم. آقای علیپور بفرمایید. علواتی، خواهش
خواهش میکنم ذهن مردم رو منحرف نکنی. آقای سروش که مدیر عامل سایپاس به گفته شما وابسته به سپاهه، آقای یکزاره وابسته به کجاست؟ آقای من به شما میگم قوای منطقی الان کجاست؟ مدت ها مدیر عامل ایران خودرو بودن آقای منطقی، الان داره هواپیمایی. اگه همین اصل کوتاه ما بگید، چرا پس دولت نمیاد اینا رو اعلام کنه بگه من از دستم خارجه؟ چون به نظر میاد که دولت هم با این داره نه دولت کرد بین اولا اینکه اصلا در مورد دولت بخوایم حرف بزنیم، دولت دوم آقای روحانی که وضعیتش الا ماشاءالله است، این اصلا صحبتی ما نداریم. یا آقای شریعت مداری سه تا حکم داره از رهبری مستقیما، کسی با آقای شریعت مداری نمیتونه حرفی بزنه. اینا چیزای مشخصیه، ولی من به شما عرض میکنم مردم دارن اینا رو میبینن. آقای منطقی همونیه که ایشون میگه هواپیما و موشک میسازه، همین الان از ایران خودرو رفته همونجا توی هواپیما سازی ایران مدیر عامله. یعنی آقای منطقی که اونجا بودن چیز بود و آقای سروش هم مدت همان سپاه بودن. اینا آدم هایی هستن که افراد بیننده ها میتونن گوگل بکنن پیدا بکنن. آقای بزرپاش کجا بودن؟ الان تو سپاه هستن برای سازندگی قائم مقام هستن. سلامتی، متاسفانه وقت ما برای این بحث همینجا تمام میشه. متشکرم از شما آقای سلامتی اینجا و در تهران آقای سبزعلی پور. ممنونم از هر دوی شما برای شرکت در این بحث داغ امشب. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. وزیر خارجه ایران گفته شکایت ایران از بریتانیا درباره طلبی که از این کشور دارد در مراحل قضایی است. اشاره محمد جواد ظریف به خریدهای نظامی ایران از بریتانیا در زمان محمد رضا شاه پهلوی است. آقای ظریف گفته انگلیسی ها 40 سال باز پرداخت پول مردم ایران را عقب انداختند. او گفته پیگیری این پرونده به نتایج خوبی رسیده. پیشتر وزیر خارجه بریتانیا حکومت ایران را متهم کرده بود که از بازداشت نازنین زاغری، یک شهروند ایرانی بریتانیایی، به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده می‌کند. بانک مرکزی ایران از صادرکنندگان خواسته ارز حاصل از صادرات را برگردانند، در غیر این صورت با آنها برخورد قضایی می‌شود. به گزارش ایرنا تمام صادرکنندگان غیر نفتی موظفند حداکثر 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند. بر اساس مصوبه دولت ایران صادرکنندگانی که ارزشان را برگردانند تشویق می‌شوند با متخلفان برخورد قضایی می‌شود. علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس ایران گفته حکم محمد باسط درازهی نماینده سراوان از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صادر شده. در هفته های اخیر انتشار فیلم دعوای لفظی آقای درازهی با یک کارمند گمرک خبرساز شده بود. به گفته نماینده مردم محلات بر اساس این حکم به آقای درازهی تذکر کتبی به همراه درج در پرونده داده می شود و مبلغی هم از حقوقش کسر خواهد شد. و گروه طالبان میگوید هیئت‌های نمایندگی خود را به منظور جلب حمایت سیاسی به کشورهای منطقه از جمله ایران فرستاده. طالبان گفته هیئت نمایندگانش به تهران رفته بود تا در مورد وضعیت افغانستان بعد از به گفته آنها رفع اشغال با مقام‌های ایرانی تبادل نظر کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیدار نمایندگان طالبان با عباس عراقچی معاون وزارت خارجه این کشور را تایید کرده است. فاطمه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی در دومین سالگرد درگذشت پدرش گفته با شواهدی که در این مدت به دست آورده مطمئن است که مرگ او طبیعی نبوده. خانم هاشمی در گفتگو با وبسایت جماران نزدیک به خانواده آیت الله خمینی این مطلب را بیان کرده. او گفته 2 ماه پیش از درگذشت پدرش 2 نفر که ادعا می کردند از بچه های جبهه و جنگ هستند به دفتر او رفته و گفتند افرادی قصد ترور پدرش را دارند. خانم هاشمی گفته این 2 نفر از او خواستند این پیغام را به آقای رفسنجانی برساند. فاطمه هاشمی در این مصاحبه گفته او بعد از مرگ پدرش این مسئله را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده، اما این شورا پرونده را بسته و الان وضعیت این پرونده مشخص نیست. برای صحبت بیشتر در این باره رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار در استانبول با ماست. آقای حقیقت نژاد، در این 2 سال بارها ادعاها و شک و شبهه هایی درباره علت مرگ آقای رفسنجانی مطرح شده، چرا این پرونده به جایی نرسیده؟ به نظر میرسه یک همونجور که گفتن خانم هاشمی گفتن که از این مقطعی گفتن دیگه بیش از این شورای عالی امنیت ملی نمیتونه جلو بره. اصلا ورود شورای عالی امنیت ملی یک نوع حصر اطلاع رسانی بود برای این پرونده. ما دیدیم که در اون زمان مثلا دفتر مشاورای آقای هاشمی رو هم
بستن، اسنادی که در اون دفترشون بود رو از اونجا بردن و سعی کردن که یک حصر اطلاع رسانی اونجا انجام بدن به امید این که بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و کنترل بکنن حواشی و ابهامات اون رو و به یک نوعی مخدومش بکنن. ولی با اصراری که خانواده آقای هاشمی نشون دادن تا الان نتونستن که این پرونده رو به یک نوعی مخدوم کنن. شاید این اصرار هم به تجربه قبلی این خانواده برمیگرده. میدونیم که سال 60 هم در واقع پدر همسر خانم هاشمی که به در زندان اعلام شد که به علت سکته قلبی مردن، آقای هاشمی موقع به اینها توصیه کرده بود که به خاطر مصلحت نظام چیزی نگن و اینا 25 سال یا 27 سال بعد از اون ماجرا بود که خانم فاطمه هاشمی و فائزه هاشمی اعلام کردند که پدر همسرانشون در زندان به نوعی به قتل رسیده. الان اینا نمیخوان اون تجربه رو در یک سطح بزرگتری تکرار بکنن و پافشاری میکنن و اصرار میکنن بر این پرونده که اون تجربه براشون تکرار نشه و همین مانع از به سرانجام رسیدن این پرونده شده. اما آقای رفسنجانی بعد از سال 88 عملاً به نوعی کنار گذاشته شده بود، حتی از انتخابات برای انتخابات ثبت نام کرده بود، رد صلاحیت شد. آیا دیگه وزنه‌ای بود که بخواد خطر ترور در انتظارش باشه؟ نمیشه یعنی این رو یک معیار مناسبی قرار داد که حتما چون مثلا وزن سیاسیش اون موقع کم شده بود نمیخواستن ترورش بکنن. حالا خود آقای هاشمی هم یک ادعای همیشه میکرد، مخصوصا بعد از اینکه در مجلس خبرگان ناکام شد برای ریاست مجلس خبرگان، میگفتش که من اگر در اون لحظه موعود که منظورش انتخاب رهبر آینده جمهوری اسلامی باشه به عنوان یه عضو عادی در مجلس خبرگان باشم میتونم تأثیر خودم رو بذارم. یعنی کماکان خود آقای هاشمی در اون زمان و خانواده‌اش واقف بودن که در یک لحظات حساس و حیاتی آقای هاشمی میتونه تأثیرگذاری داشته باشه، مثلا در حمایت از آقای روحانی در انتخابات هم اون تأثیرگذاری قابل توجه رو داشت و این دلیل قابل اعتنا نیست. ولی اون چیزی که الان خیلی برای اینها مهم شده این موضوع نیست، موضوعش عدم شفافیت نهادها هستش در رسیدگی به پرونده‌ای که مد نظر خانواده آقای هاشمی هستش. قبلا میگفتن که یک شواهدی دارن، امیدوار بودن با توجه به رابطه خوبی که با دولت آقای روحانی دارن و تا اولش امیدوار بودن با توجه به رابطه‌ای که بین دبیر شورای عالی ملی و آقای هاشمی بوده بتونن این پرونده رو از طریق شورای عالی امنیت ملی که یک نهاد اصطلاحاً فراخ جناحی و عالی هستش در جمهوری اسلامی پیش ببرن. ولی الان که این نتیجه به شکست انجامیده میان میگن که ما اطمینان داریم که این مرگ طبیعی نبوده و به تعبیری به قتل رسیده آقای هاشمی. بنابراین الان مسئله مهم دیگه یه خورده جلوتر اومدیم و بحث عدم شفافیت در مورد این پرونده هستش که در مورد خیلی از مخالفان جمهوری اسلامی سابقه دار بوده، حتی در اون نظام هم این پرونده ها سابقه دار بوده و الان میبینیم که یکی از کلانترین پرونده های مرگ در جمهوری اسلامی هم تقریبا به همون سرنوشت پر از ابهام ایجاد شده که خیلی از مرگ های دیگه در جمهوری اسلامی با آن دوچار شدن. ولی این عدم شفافیت فقط درباره پرونده مرگ ایشون نیست، کلا حساسیتی درباره ایشون وجود داره که حتی یه فیلمی هم که در موردشون ساخته شده به نام یک مستند ساخته شده به نام هاشمی زنده هست هم اجازه پخش نگرفته. دلیل این حساسیت چیه؟ یک رفتاری که مثلا ما در مورد آقای منتظری هم این رو شاهد بودیم، خیلی جمهوری اسلامی در سطح عالی تمایلی نداره که چهره‌های سیاسی قدرتمند و متنفذی که وجود دارن، حالا چه پس از اینکه از اون سطوح عالی به حاشیه رونده میشن یا اینکه فوت میکنن، از تاثیرگذاریشون در سطح عالی یا در سطح اجتماعی حفظ بشه. هر چی که خانواده آقای هاشمی به بهانه طرح این پرونده یا ساخت مستندها یا در ابعاد رسانه‌ای بتونن نام آقای هاشمی رو در فضای سیاسی حفظ بکنن، طبیعتاً میتونن تاثیرگذاری خودشون رو هم در فضای سیاسی حفظ بکنن. مثلا ما هم نمیشه مقایسه کرد، به هر حال آقای منتظری خیلی متفاوت بودن. آقای رفسنجانی سالها بودش که توسط از طرف گروه بزرگی در جامعه به هر حال در موردشون نقدهایی وجود داشت، خیلی ها معتقد بودن که خانواده ایشون درگیر فساد اقتصادی هستن. یعنی به هر حال به اندازه آقای
منتظری نزد مخالفان و منتقدان حکومت خوشنام نبودن. بله قبول دارم، ولی وقتی شما خودتون نمیتونید مثلا به قدرت برسید یا به قدرت بازگردید، ممکنه یه عده‌ای داشته باشن، وجود داشته باشن که با استفاده از اعتبار یا نام شما بتونن به سطوح بالای قدرت صعود بکنن. ما در مورد خانواده آقای هاشمی هم همین رو داریم، یعنی الان آقای محسن هاشمی که در شورای شهر اومد و رئیس شورای شهر شد، حتی حرف شهردار شدنش هم بود، و الان مثلا بعضی هم میگن که ممکنه که انتخابات ریاست جمهوری آینده بیاد کاندید بشه و رئیس جمهور بشه. همه اینها به اعتبار نام آقای هاشمی رفسنجانی هستش که پسرش اینجوری میتونه خودشو بالا بکشه. هر چه که اینا بتونن به تعبیر خودشون هاشمی صدایی بکنن و اون رو به حاشیه پرت بکنن و محوش بکنن، امکان بازگشت اعضای خانوادهش و حفظ نفوذ و قدرتشون رو در سطح بالا هم کاهش میدن. بنابراین یک هدف مشخصشون همینجوری، ما مثلا در دانشگاه آزاد دیدیم که موفق شدن پس از مرگ هاشمی اینا رو به طور کامل از اون صحنه دانشگاه آزاد حذف بکنن. الان هم مایل هستن که در بقیه سطوح قدرت هم یا حذفشون کنن یا اجازه ندن که اینها به رشدشون ادامه بدن. خود خانواده هاشمی هم چون مایل هستن در اون سطوح بالای قدرت بمونن، در این مسیر میجنگن و شاید این پرونده هم که الان باز هستش یک فرصت مناسبیه که اونها کمک میکنه کماکان در افکار عمومی نام خودشون رو مطرح بکنن. ممنونم ازتون. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار از استانبول. در پی افزایش شمار مهاجرانی که با قایق از فرانسه راهی بریتانیا میشوند، این دو کشور تصمیم گرفتند گشت‌های دریایی را بیشتر کنند. گفته شده بیشتر این مهاجران ایرانی‌اند. دیروز هم دست کم 12 ایرانی خود را با قایق به سواحل بریتانیا رساندند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد. این روزها تقریبا هر روز دسته این مهاجر از این سواحل سر در می آورند، عمدتا ایرانی. دیروز 12 ایرانی دیگر را در ساحل کنت بریتانیا از آب گرفتند، 9 مرد، 2 زن و 1 کودک. آنها از فرانسه با قایق راه می افتند تا با عبور از کانال مانش به بریتانیا برسند. در یک ماه گذشته حدود 240 نفر را گرفتند، اکثرشان ایرانی بودند و بعضا افغان و عراقی. وزیر کشور بریتانیا دیروز سفر خانوادگیش به آفریقای جنوبی برای گذراندن تعطیلات سال نو میلادی را رها کرد و به لندن برگشت تا برای کنترل اوضاع کاری کند. او دستور داد دو کشتی گارد ساحلی که در آب‌های دوردست مستقرند به 3 شناور گشتی موجود در کانال مانش ملحق شوند، هم برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی، هم برای کمک به کسانی که در دریا دچار حادثه می‌شوند و جانشان به خطر می‌افتد. من میخوام به کسانی که در فکر اینجور مهاجرت هستن قویاً هشدار بدم که ما هر کاری که بتونیم انجام خواهیم داد تا اونها موفق نشن. فکر نکنن که اگر کشور امنی مثل فرانسه رو ترک کنن میتونن بیان و در بریتانیا اقامت کنن. بریتانیا و فرانسه توافق کردند که در روزهای آینده با ماجرا شدیدتر برخورد کنند. قرار شده که علاوه بر افزایش گشت و شناسایی دریایی، باندهای قاچاق انسان را متلاشی کنند و برنامه‌ای برای آگاهی بخشی درباره خطرهای عبور از کانال مانش پیاده کنند. بعضی از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار اعلام جزئیات و اعزام گشتی‌های بیشتر به کانال مانش شدند. وزیر کشور بریتانیا تحت فشار سیاسی روزافزون داخلی برای برخورد جدی‌تر با مهاجرت غیرقانونی است. او گفته که مهاجرت فزاینده به بریتانیا از راه کانال مانش عوامل پیچیده‌ای دارد، از جمله ناامنی در خاورمیانه، جرائم سازمان یافته و شرایط امنیتی در کاله فرانسه. به گفته او بعضی از این عوامل از کنترل دولت بریتانیا خارج است. در این میان بعضی گفتند که نباید فرض را بر مجرم بودن مهاجران گذاشت. باید این واقعیت رو در نظر بگیریم که این افراد مستاصل برادران و خواهران ما و انسان هستند. اونا پناهجو هستند مگر اینکه خلافش ثابت شه. رهبر حزب کارگر بریتانیا، بزرگترین حزب مخالف دولت، گفته که باید به طرف کسانی که در خطرند و به دنبال پناهگاه امن دست دوستی و کمک دراز کرد. از آن طرف نماینده کاله در پارلمان فرانسه گفته که قاچاقچی‌ها با بهره برداری از ابهام درباره پیامدهای جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا و پخش اخبار جعلی در این باره به مهاجران میگویند که تا دیر نشده باید به دریا بزنند. مجید خیام‌دار، BBC.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دشمنی مشترک با ایران باعث انقلابی در رابطه کشورش با دولت‌های عرب منطقه شده. او بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید برزیل در یک برنامه تلویزیونی گفت برای کشورهای عرب برقراری رابطه با اسرائیل به عنوان متحدی که با ایران و گروه داعش مبارزه می‌کند جنبه حیاتی یافته. چند روز پیش در واکنش به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج نیروهایش از سوریه، وزیر دفاع و مسئول مبارزه با داعش در آمریکا استعفا کردند. گفته شد هر دو به این دلیل که نگران حضور بیشتر ایران در سوریه در خلأ نیروهای آمریکایی بودند. سخنان آقای نتانیاهو چقدر با واقعیت همخوانی دارد و آیا سیاست خارجه حکومت ایران چنین وضعی ایجاد کرده؟ برای بحث در این باره دو مهمان داریم. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ماست و پیمان جعفری پژوهشگر روابط بین‌الملل از آمستردام در هلند. آقای نوریزاده، قبلا هم گفته می‌شد که کشورهای عربی و اسرائیل به هم نزدیک شدن، ولی فکر می‌کنید دلیلش چی است که آقای نتانیاهو حالا با این ادبیات در مورد این نزدیکی داره صحبت می‌کنه؟ با درود به شما و میهمانتون و بینندگان بی بی سی. ببینید، اولا نزدیکی که آقای نتانیاهو میگه در عمل فکتوال با دو کشوری است که نزدیکترین روابط رو با جمهوری اسلامی دارن، سلطان نشین عمان و دولت قطر. در رابطه با امارات اخیراً مشاهده شد حضور وزیر ورزش اسرائیل و همینطور تبادل ورزشکاران و هنرمندان نشون میده که به هر حال یه رابطه نزدیکتری داره به وجود میاد. ولی مشکل اسرائیل جای دیگه است. اسرائیل بعد از 4 دهه که رابطه کامل دیپلماتیک با مصر و اردن داره، هنوز در این دو کشور منفوره. هنوز در این دو کشور سفیرش نمیتونه بیاد راحت مثلا مراسم سالروز استقلال اسرائیل رو جشن بگیره و خیالش ساده باشه که مهمانی به خوبی برگزار میشه. این برمیگرده به نفس سیاست‌های اسرائیل، به ویژه در سالهای اخیر. آقای نتانیاهو به کلی حقوق فلسطینی‌ها رو انکار کرده و همین مسئله باعث شد اخیراً دولت عربستان که گفته میشد در پس پرده صحبت‌هایی با اسرائیل داره، پادشاه سعودی در آخرین بیانیه‌ای که عنوان کرد هنگام تعیین وزرای جدیدش گفت مسئله فلسطین همچنان قضیت الاولا، مسئله اول ماست و تشکیل دولت فلسطین با پایتخت بیت المقدس. پس برداشت من از صحبت‌های شما اینه که آقای نتانیاهو لاف میزنه، خیلی همینطوری نیست، چنین میفرمایید؟ نه فقط لاف، نه، روابطی دارن، ولی نه در اون حدی که آقای نتانیاهو میخواد به شهروند اسرائیلی و به رای دهنده بگوید که ببینید من چه کردم که الان تمام عرب و دوستان من شدن در برابر یک دشمن مشترک. اجازه بدید نظر آقای جعفری رو بپرسم. آقای جعفری، نظر شما چیه؟ بله، خب ببینید، میدونیم که آقای نتانیاهو خیلی علاقه دارن که بزرگ نمایی بکنن. من فکر کنم در این باره هم در موضوع رابطهشون با کشورهای عربی بزرگ نمایی میکنن، همونطوری که درباره خطر ایران در منطقه همیشه بزرگ نمایی کردن. ولی اینکه چرا در واقعیت و در عمل اسرائیل و کشورهای عربی، مخصوصا کشورهای خلیج فارس، به هم نزدیکتر شدن، فکر کنم چند دلیل داره. یکیش اینه که در کوتاه مدت اگر نگاه کنیم واقعا اسرائیل و عربستان سعودی یک جوری به انزوا کشیده شدن. حداقل محبوبیتشون در بین حکومت‌های غربی و جهانی حتی میشه گفت واقعا کاهش پیدا کرده. مخصوصا خب در عربستان سعودی بعد از قتل آقای قاشقچی و همینجور در اسرائیل میبینیم که اسرائیل از یونسکو خارج شد، از حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر یون خارج شد و من فکر میکنم که اینها یه مقداری همدیگر رو در این مقطع احتیاج دارن. و دقیقا هم نباید خب فراموش کنیم که قدرت ایران، قدرت منطقه‌ایش مشخصا بیشتر شده. و آقای جعفری، این سهم ایران واقعا چقدر هست از این ماجرا؟ چقدر اونطور که آقای نتانیاهو میگه به خاطر ایران کشورهای عرب منطقه و اسرائیل به هم نزدیک شدن؟ خب این من فکر میکنم بخشی از واقعیته. ببینید، قدرت ایران، قدرت منطقه‌ایش بیشتر شده، زیانبار هم بوده، در من فکر میکنم جنبه‌های خیلی منفی هم داشته در سوریه. اما میگم این بزرگ نمایی میشه چون اگر نگاه کنید این همسویی همیشه بوده. مثلا اگر شما به چیز کمپ دیوید نگاه کنید که 1978 بین مصر و اسرائیل، پیمان کمپ دیوید،
امضا شد، خب اونجا ایران نقش بسیاری نداشتش، بیشتر مسئله فلسطین همیشه مطرح بوده. ولی من فکر میکنم بعد از 2003 حمله به عراق، خب نقش ایران در عراق مشخصا بیشتر شد. این هیچ موقع به نظر من مسئله اصلی برای اسرائیل نبوده، همیشه مسئله فلسطین مطرح ترین بوده. آیه نوریزاده، بحث دیگه بحث نگرانی هست که آقای نتانیاهو عنوان کرده از اینکه ایران دائما تهدیدش میکنه. اینو البته جدید نیست، قبلا هم میگفت، الان این بار گفته از عراق ایران داره تهدید میکنه منافع اسرائیل رو. چقدر به نظر شما این درست هست؟ چقدر ایران واقعا در از عراق میتونه منافع اسرائیل رو تهدید بکنه با توجه به فاصله؟ ببینید، رساندن سلاح به حزب الله و به گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کنن از راه هوایی بسیار مشکله، به خصوص که الان اسرائیل هنوز هواپیمای ایران خالی نکرده حمله می‌کنه به انبار اسلحه و بنابراین بسیار مشکله. داشتن یک راه استراتژیک زمینی از دیرباز، یعنی بعد از سقوط صدام، هدف ایران بوده. حتی آقای قاسم سلیمانی از بوکمال در مرز مشترک سوریه عراق دیدار کرد و قرار بر این بود که این راه زمینی کشیده بشه به سوریه و بعد لبنان که ایران به راحتی بتونه سلاح به حزب الله بده. این الان عملی نیست. حتی آقای ترامپ که گفت از سوریه خارج میشه، بعد از مذاکراتی که داشت با چند سناتور آمریکایی و مشاورانش، در تصمیمش داره تجدید نظر میکنه. طبیعتا جمهوری اسلامی علاقمند این راه رو داشته باشه. حرفایی که بعضی از سران سپاه میزنن که ما به مدیترانه رسیدیم، امپراتوری ساسانی تجدید شده، این حرفا در گوش آقای نتانیاهو خیلی خوشاینده، چون با این حرفا میتونن مردم رأی بگیره. ببینید، جمهوری اسلامی دقیقاً در به قدرت رسیدن نتانیاهو همیشه نقش داشته. در بار آخری که نتانیاهو برنده شد در انتخابات، پیام‌های تهدیدآمیز تهران بسیار بهش کمک کرد و این عجیبه که جمهوری اسلامی به جای اینکه زمینه رو فراهم کنه که در اسرائیل یه دولت عاقل و معتدل و خواستار صلح روی کار بیاد، همیشه یه بار آقای شارون و حالا آقای نتانیاهو بهش کمک شده با ادبیات و تبلیغ جمهوری اسلامی. آقای نوریزاده، من میخوام شرایط حال حاضر رو یه مقدار بیشتر بررسی بکنیم. همین چند روز گذشته آقای ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی قرار هست از سوریه خارج بشن. به نظر شما این حرفای نتانیاهو ربطی داره به این قضیه؟ بله، برای اینکه نتانیاهو البته از جانب آقای ترامپ اطمینان پیدا کرده که ترک‌ها جای ما رو خواهند گرفت و مجالی به جمهوری اسلامی نمیدن. اما به هیچ وجه آقای نتانیاهو نمیخواد در صحنه سوریه مستقیما رویاروی جمهوری اسلامی باشه. آقای نتانیاهو به دنبال جنگ نیست، الان اصلا علاقه نداره، همونطور که جمهوری اسلامی علاقمند به جنگ. اما فاصله بین صلح و جنگ موشکه، کافیس یک موشک حزب الله بخوره به یک منطقه یه آبادی اسرائیلیا و تعدادی کشته بشن. بله. بنابراین میخوام بگم شرایط به گونه ایست که ترجیح میدن آمریکا باشه. وجود دو ابرقدرت آمریکا و روسیه در سوریه کمک خواهد کرد که اولا وضع سوریه عادی بشه به مرور و در این حال جنگی اونجا رخ نده، نه بین حزب الله و اسرائیل و نه بین اسرائیل و نیروهای ایرانی موجود در سوریه. آقای جعفری، در ادبیاتی که آقای نتانیاهو استفاده کرده، از داعش و ایران به عنوان دشمن مشترک عرب اسرائیل نام برده شده. اما واقعا چقدر این ادبیات در کشورهای عربی طرفدار داره؟ چقدر اونها میپذیرند که مثلا اسرائیل الان در سوی اونهاست و ایران در سوی مقابل قرار داره در کنار داعش؟ خب من فکر میکنم در چند سال گذشته، مخصوصا در هولوش پیدایش بهار عربی، این خطری بودش که ببینید که هم کشورهای عربی هم کشوری مثل ایران و حتی اسرائیل همیشه سعی میکنن که مسائل داخلیشون رو خارجی بکنن، یعنی تهدید خارجی رو خیلی روش تاکید میکنن. بعد ما دیدیم که مثلا در سال 2011 که مسئله سوریه حتی خیلی مطرح هنوز نشده بود، دولت مردان مصری خیلی سعی میکردن که بگن خب این ایرانه که در از تظاهرات ها رو در مصر گسترش داده و غیره. من فکر میکنم این متاسفانه بین مردم عرب هم یه مقداری نفوذ کرده
ولی نه به اون حدی که از بالا این گفتمان رایج شده. صحیح. یعنی من فکر می‌کنم در بین مردم عادی هنوز خطر اسرائیل خیلی بزرگه، همبستگی با مردم فلسطین هنوز خیلی قویه. آقای نورزاده نظر شما چیه؟ آیا واقعا اسرائیل میتونه خطر ایران رو اونقدر بزرگ نمایی بکنه برای حالا نه دولت‌های عربی، برای مردم عرب منطقه که فلسطین رو فراموش بکنه؟ اسرائیل نمیتونه، ولی رفتار جمهوری اسلامی میتونه، تبلیغات جمهوری اسلامی میتونه این کار رو بکنه. ببینید شما وقتی گوش میدید به اخبار ایران و در صدر اخبار مثلا مجموعه ای از خبرهایی که پر از حرفهای دشمنانه نسبت به بعضی کشور عربی میشنوید، خود طبیعی است اونا هم برمیداره این تبلیغات رو در کشورشون بزرگ میکنه که این جمهوری اسلامیه که حاکمیت شما رو در معرض خطر قرار داده. اسرائیل از این سوء استفاده میکنه، ولی خود اسرائیل گفت آنقدر این پنجه ها خونینه به خود آقای نتانیاهو و دست راسی ها که کسی قبول نمی کنه. بعد ببینید در فاصله آقای نورزاده با این حساب چقدر این اتحادی که الان آقای نتانیاهو ازش صحبت میکنه اتحاد قابل اتکایی هست؟ چقدر شکننده است؟ چقدر میشه بهش اعتماد کرد؟ اولا من اتحادی نمیبینم. ممکنه به خاطر دشمن مشترک یا شرایط ویژه از هم استفاده کنن، ولی اتحادی من نمیبینم، چون نمیتونه. ببینید مثلا یه دولتی مثل سعودی مگه میتونه با اسرائیل رابطه داشته باشه وقتی بیت المقدس در اشغال اسرائیله، وقتی اسرائیل اراضی اشغال شده رو آزاد نمیکنه؟ طرح صلح ملک عبدالله بر این بود که اسرائیل از سرزمین های بره پشت مرزهای پنج ژوئن، در اون صورت کشورهای عربی اسلامی به رسمیت میشناسنش. اسرائیل نه تنها نرفته، بلکه خیلی راحت با کمک آقای ترامپ بخشی از بیت المقدس اومده سفارت آمریکا رو بردن اونجا و رسما میگن کپیتال آف اسرائیل، در حالی که بیت المقدس شرقی مال فلسطینی هست، مسجد الاقصی اونجاست، کلیسای قیامت اونجاست، اولا حرمین بوده، بنابراین نمیتونه، یعنی اولا قبلتین سال حرمین، اولین قبله و سومین حرم مقدس. بله. نمیتونه، همطور برای مسیحی ها به هیچ وجه حاضر نیستن زیر سلطه اسرائیل باشن. بنابراین تا زمانی که اسرائیل سرزمین های اشغال شده رو تخلیه نکرده، بنده اعتقاد دارم هیچ کشوری در کشورهای عربی روابط واقعا طبیعی باش نخواهد. خب با این حساب آقای نورزاده معذرت میخوام صحبتتون قطع میکنم، با این حساب مثلا دیدار از عمان چطوری قابل توجیه هست؟ این که به هر حال با عربستان روابط خیلی به نظر میاد، تصمیماتی که گرفته میشه خیلی همسو هست، اینطور نیست؟ نه اتفاقا عمان نه، عمان و قطر که در واقع گفتن بز سیاه گله هستن. اسرائیل دیرباز با عمان رابطه داشت، زمانی که ایران به یاری پادشاه عمان رفت و با ظفار جنگی، در ظفار با کمونیستا، اسرائیلی هم حاضر بودن و همینطور با قطر. اسرائیل بسیار روابط نزدیکی با قطر داره، روابط اقتصادی سیاسی و عجیبه. در این دو مورد جمهوری اسلامی هیچ نوع اعتراضی نمی کنه. اما اگر آقای امیر ترکی الفیصل که هیچ کار است در یک کنفرانس با یه وزیر اسرائیلی دست بده، تیتر بزرگ در روزنامه‌های ایران چاپ میشه. اینی که نوع برخورد به نظر من برخورد درستی نیست و من به شما با اطمینان خاطر میگم با شناخت فضا و مردم هرگز اسرائیل موفق نخواهد شد که خودش رو به عنوان دوست و ایران رو به عنوان دشمن سرسخت معرفی. آقای جعفری به هر حال به نظر نمیاد که آقای نتانیاهو ناآشنا باشه با افکار عمومی جهان عرب. با همه این صحبت‌هایی که کردیم فکر می‌کنید که او چه نفعی میبره از این که دائم راجع به این موضوع صحبت بکنه؟ آیا با صحبت کردن بیشتر راجع به این موضوع میتونه این رو جا بندازه در نهایت؟ من فکر می‌کنم خب تا حدی هم حتی موفق بوده. اگر ما حتی به گفتمانی که در ایران حتی شکل گرفته، بخشی از اپوزیسیون متاسفانه من فکر کنم به خاطر سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی حاضرن چشم بپوشن روی جنایت‌هایی که اسرائیل انجام میده، در کشورهای عرب هم اسرائیل سعی می‌کنه همین کارو بکنه. یعنی یه جنبه تبلیغاتی داره که سعی می‌کنه در اصل جنبش‌های مردمی رو در خاورمیانه تضعیف بکنه. چون ببینید به نظر من نباید فراموش بکنیم که تمام حکومت‌های منطقه، چه اسرائیل چه ایران و عربستان سعودی، بزرگترین خطر رو اینها جنبش‌های مردمی می‌بینن.
شما اگر فکر کنید در دهه 70 60 عربستان سعودی بزرگترین دشمنش جمال عبدالناصر در مصر بود به خاطر حمایتش از فلسطینی ها و به خاطر سیاست های مترقی که داشت. حالا ایران جایگزین مصر شده و خطر بزرگ شده. این دعوای سنی و شیعه نیستش، این واقعا خطریه که این حکومت ها نسبت به قدرت خودشون حس میکنن. بله، ممنونم از شما. پیمان جعفری، پژوهشگر روابط بین الملل از آمستردام، و علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش های ایران و عرب از لندن، ممنونم. زهره هلال هنرمندی است که میگوید در کارهایش قصد دارد باورهای تحمیلی به زن را به نقد بکشد. او در افغانستان به دنیا آمده اما در هامبورگ بزرگ شده و طراحی مد خوانده. میگوید نمیخواهد در دنیای تجاری مد با مدل‌های سایز صفر کار کند، بلکه میخواهد دغدغه‌های روزمره زن‌های واقعی را به تصویر بکشد. دغدغه‌هایی که گاه زیر لایه‌های تبلیغاتی لباس و محصولات آرایشی دفن می‌شوند. ناجی غلامی با این هنرمند به گفتگو نشسته. زهره هلال قامت زنی را در دنیای مد به تصویر می کشد که خودش را در قالب تعاریف روزمره و تکراری از زیبایی محصور نمی بیند. زنی واقعی و منحصر به فرد. صحنه مد برایش جایی است برای به چالش کشیدن باورهایی که به جنسیت محدود می شود. خیلی زود به طراحی لباس علاقه‌مند شدم. مادرم همیشه خیاطی می کرد و لباسهای عید ما رو هم می دوخت. کنارش می نشستم و منم چرخ خیاطی کوچیک خودم رو داشتم. برای عروسکام لباس می دوختم. وقتی طراحی لباس خوندم، یاد گرفتم چطور روی پارچه طرح بزنم. در آمستردام با یکی از طراحان مطرح مد کار کردم و یاد گرفتم که به عنوان یک طراح مد شما فقط با پارچه سر و کار ندارید، بلکه می تونید انواع و اقسام مواد دیگر رو هم وارد کارتون کنین. بعد از تحصیلاتم مدتی در بخش تجاری طراحی مد کار کردم و فهمیدم این چیزی نیست که من میخوام. تغییر مسیر دادم و به خاطر تواناییام در تولید پارچه با مواد مختلف شروع کردم به خلق کارهای تازه. میخواستم به موضوعات وسیع‌تری بپردازم، چیزایی که بهشون فکر میکنم و علاقه‌مندم. در دنیایی که جنسیت برای مردان نماد قدرت بوده و خیلی وقتها اندازه آلت جنسی مایه تفاخر، زنان اغلب برای شناخت بدن خود با محدودیت روبرو بودند، مخصوصاً اندام‌های جنسیشان. یکی از آثار مهم زهره هلال ولوا نام دارد، نگاهی از نزدیک به فرج یا همان اندام جنسی زنانه. شروع کردم به ساخت این قطعه. نمی‌خواستم تحریک کننده باشه. می‌خواستم از لحاظ بصری زیبا باشه و در ذهن سوال ایجاد کنه. از منجوق دوزی و گل دوزی استفاده کردم. دلیلش هم این بود که به عنوان هنر بهش نگاه نمیشه. همیشه فکر میکنی خب زنها این کار رو میکنن. من این دو رو با هم قاطی کردم و گل دوزی های زیبایی درست کردم برای به نمایش گذاشتن آلت جنسی زن. از رقصنده ها خواستم اونها رو بپوشن چون اونها خوب میدونن چطور هر قسمت بدنشون رو حرکت بدن. ولی حتی اونها هم میگفتن این عضوی از بدنشونه که بهش خیلی فکر نکردن. Body part of me, I was not even aware of it in that sense. نگاه ابزاری به بدن زن موضوع نقد کارهای هنرمند است. پستان‌ها به سطح می‌آیند تا آنچه را که هستند به تصویر بکشند، نه آنچه که باید باشند. That breasts are becoming something. به پستان به عنوان ابزاری برای لذت مرد نگاه میشه. باید یک شکل خاصی داشته باشه. براش استانداردی هم تعریف شده، اینکه باید سفت باشه، بزرگ باشه ولی نه خیلی بزرگ. میخواستم نشون بدم پستان فقط یک بخش از بدن ماست، مثل بازوها یا دیگر اعضای بدن، و نباید بهایی بیشتر از اون چه داره بهش داده بشه. وظایف یک زن در خانه، وظایف او در اجتماع، نقش او به عنوان مادر، دختر، همسر، خواهر، چهره یک زن موفق، یک زن عفیف یا یک زن سرکش. زنی زیبا و ایدئال برای مرد زندگی، مادری نمونه برای فرزندان. خواسته هایی که باید به تن کند. این یک صحنه نمایش است.
نمایش وقتی تمام می شود که او دیگر توان به تن کردن این انتظارات را ندارد. خیلی از باورهایی که با آدم‌ها به خاطر جنسیتشان تحمیل شده در قالب مفهوم ناموس بوده است. برای حفظ ناموس. آیا ناموس به یک اندازه به زن و مرد تحمیل شده است؟ I would say ناموس a word I heard a lot. ناموس کلمه ایست که خیلی شنیدم و انگار به یک جنس مشخص تحمیل میشه. انگار مخصوص زنان بود. اینکه زن باید در قالبی مشخص رفتار کنه وگرنه آبروش رو در جامعه از دست میده یا به عبارتی بی‌صورت میشه. ناموس کلمه ایست که با خودت حمل میکنی و وزن و سنگینی خودش رو به تو تحمیل میکنه. در پروژه ناموس سعی کردم زن و مرد رو با هم به صورت مساوی در این تصویر بگذارم. یک ناموس قرمز درست کردم، یکی سفید و دیگری سیاه. ناموس قرمز سمبل سکس و باکرگی است که ما میخوایم ازش محافظت کنیم. ناموس سفید سمبل قفس است که کسی در اون گیر افتاده و میخواد خودش رو از این قید رها کنه. و ناموس سیاه با اون سنگهای براق روی صورت به نشانه آبرو و صورتی است که باید با نوعی خاصی از رفتار در جامعه حفظش کنی. The picture we have to force a woman to look in a certain way. پوشیده ماندن، دیده نشدن، در لایه‌های شرم و حیا پیچیده شدن بخش مهمی از زندگی زنان در طول تاریخ بوده. در خیلی از فرهنگ‌ها زن فرصت کشف و اطلاع در مورد بدن خودش رو نداشته. هنرمندانی مثل زهره هلال سعی در ایجاد این فرصت‌ها و گسترش اون دارند. زهره هلال قامت زنی را در دنیای مد به تصویر می‌کشد که آگاهی را نماد قدرت و زیبایی می‌داند. ناجی غلامی، بی بی سی. در پایان 60 دقیقه نگاهی هم بندازیم به مراسم تحلیف ریاست جمهوری جدید برزیل که نخستین رئیس جمهوری راست افراطی برزیل از دهه 80 میلادی است. امروز برای یک دوره 4 ساله مراسم تحلیف و قسم رو اجرا کرد. شاه بولسونارو در سخنرانی تحریفش قول داد که جرایم رو ریشه کن کنه و دموکراسی رو تقویت کنه، با فساد مالی مبارزه کنه و اصلاحاتی انجام بده که اقتصاد رو احیا کنه. حامیانش میگن که اون سرنوشت کشور رو تغییر خواهد داد. اما بسیاری هم نگران این هستند که سیاست‌های او باعث مشکلات جدی در سیاست و اقتصاد برزیل بشه که همین حالا هم جمعیت قابل توجهی فقیر در این کشور زندگی می‌کنند و جرائم، میزان جرائم و فساد هم بسیار بالاست. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. خداحافظ.